سلام دوباره تقدیم میکنیم. گاهی وقتا پای ما را چیزایی میکشانه که ما بریم به خاطر جستجو و پیدا کردنش. در بخش گم شده هم امروز پای مادری را اینجا کشان فرزندی که مدت هاست گم شده و این مادرم چشم درد پشت بچه خود است تا بتونه که او بچه را دوباره پیدا بکنه. امروز استاد لیلما با ما هستند. در یکی از مکاتب بخش اداری کار میکنن. سلام، خوش آمدین، صبحتان بخیر. سلام به شما مل جان خان و سلام به مریم جان نازنین. خوش آمدین. بسیار خوش آمدین. خب خانم لیلما، بر ما قصه کنین در مورد پسرتان. پسر ما دیگه تقریبا 3 سال است که اونا مفقود شدن، گم شدن، از خانه برآمدن. نامشان ارشاد بود و مشهور به حمید، چون به خاطر از اینکه او تکلیف عصبی داشت روانی بود کلن. دیگه بعض وقتا همونطور خوب صحبت میکرد، بسیار مدبانه پیش میرفت و موقعی که به اصطلاح من کمک قویداد سرش میاوردم، چون یک طفل داشتم، ما در شرایط جنگایی که ما به اصطلاح سر ما گذشت طفل دیگه امزایی شد و فقط این طفل اولی ما پیش ماند. دیگه به ارتباط از این که بچه ما تا صنف شش درس خوند در مکتب، علاقه به درس نداشت، تکلیف عصبی پیدا کرد، چون چندین مرتبه در طفلی از طرف مفتاد، از طرف فامیل یا کسی که توی چی میشد از پیشش مفتاد یا افگار میشد یا خود به خود مفتاد، این سرش کم صدمه دیده بود. دکترها چی گفتادن؟ پیش دکتر برده بودی؟ پیش دکترها چندین مراتب بردی میشد، دیگه کم خوب شده بود و شکل درست گپ میزد، ولی یک بار به یک فکر دیگه میرفت، قسمی که تو تصور میکردم شاید بچه من نابغه باشه. اتر بعض سوالایی را پیش ایجاد میشد در آینده، فکر میکرد که در آینده فقط اینی میگه میشه و همون چیزم رخ میداد. بسیار بچه خوب بود و خود نمیفهم دیگه، شاید امکان داره به ارتباط همی هم نشینه. بعدش که یک کمک پایگریز شده از مکتب و کمتون به اصطلاح تو علاقه مدینشان نمیداد، بعد درس و زیادتر کوشش میکرد که با مو سامانالات بازیچه طفلانه تو زیاد ارتباط بگیره، زیاد به اصطلاح ساتری بکنه، زیاد موضوعات خوشی رو تیر کنه. ده او بسیار زیاد علاقه مندی زیاد داشت. بله. و چون ما میکمه که چون یک طفل داشتم، کوشش میکردم که اولاد ما باید همطور کسی باشه که اولاد درست باشه که آینده ما بتانم از او استفاده درست بکنیم یا جامعه هم از در خدمت جامعه شوه. تلاش زیاد خود برابر از او کردم. ولی بعد سه سال پیش دیگه. چطور در کجا گم شد؟ سه سال پیش چون ما گفتم بر شما که قیدات که ما که در خانه برش آوردم که چندین مراتب از خانه برآمد، ما پس دوباره اقدام کردیم و پیدا کردیم. مثلا مزار رفته بود آوردیمش پس دوباره به عذر زاری و به اصطلاح جلال‌آباد رفت پس توسط امو قوم خیش ما آوردیمش. و این بار دیگه در خانه بودم، مصروف وظیفه و کار خانه بودم. دیگه قبلا ما کمی مشکل هم داشتم چون وظیفه میرفت، من وظیفه خانگی بود. در مجریانات کار خانه پنجشنبه بود فکر کنم یا چهارشنبه، طور به یادم نمانده درست، مصروف خانه شدم. برآمدم تو دولی، از مولیم تو چهار دو بغلم تو متوجه شد و دید که هم مصروف کار هستن، برآمد از خانه. هیچ چیز نگفت؟ هیچ چیز بر ما نگفت، فقط هم تو بیخبر برآمد از خانه. خب من فکر کردم مثل مطابق قبلی روزای قبلی شاید پس دوباره به خانه برگرده. خو یک روز گذشت، دو روز گذشت، خو یه مطور یک کمک چون فکرش ناراحت بود. کار همیشگیش بود؟ کار همیشگی داشت، بله همیشگی داشت. خو من تو چون تکلیف عصبی هم داشت، مشنا قوم خیش، بعض وقتا خانی قوم خیش ها میرفت یا بعض وقتا به اصطلاح آدم بیرون میگشت و رفیقا و گپا داشت. خب من متوجه ازشون خیر برو شام است میایه، شام نامد و خب بالاخره اقدام کردیم به پلیس و به اصطلاح اطلاع را دادیم برش از اوجه تقریبا به شفاخانه و ایجا. خود تقریبا دیگه یک ماده مورم تو زیاد در بر گرفت که من زیاد پشتزی گشتم. آیا فکر میکنین که غفلت از طرف خودتان صورت گرفته باشه در ابتدا؟ امکان داره، امکان داره ایمل جان، به خاطر از اینکه خب مادر است، هرچند نباشه مشکلات خانگی از یک سون است، مشکلات بیرونی از دیگه سون است. اینا لی توجه زیاد ما شاید اگر نبوده باشه شاید امکان داشته باشه. ولی از خودم احساس شمی کنم که این غفلت از خودم بوده. ارشاد که مشهور به امید است و این امیدتان کجاها رفتین دنبالشان، کجاها گشتین؟ تقریبا بر شما قبلا هم گفتم که جلال آباد هم به اصطلاح ارتباط داشتیم با قوم خیشیگه پا، اونا متوجه بودن نبوده و دمی خود شهر کابل هم زیاد گشتیم و برای یکی از دوستا هم جا در کار امور اجتماعی بودن، اونا رو برشون عکس ها رو دادم که اونا بتانن از اون طریق بپارن. خب و
امید جان تلفن داشت؟ تلفن نداشت. و نمره و چیزا هم بزینش بود؟ نمره شاید بزینش بوده بله. و میتونست بخونه و بنویسه؟ یعنی اونقدر سواد داشت؟ تا سن به شش سواد داشت بلی، خوانده بود و تو رو میتونست. حتی زینش گفتم بر شما که تو فکر میکنم نابخه باشه، زین بسیار خوب داشت. در سه سال هیچ خبری نشنیدین از دوست اخوارب؟ هیچ خبری نشنیدیم دیگه. حتی خبرهایی که امیدوار کننده هم نباشد نشنیدین شما؟ نه ملچه شای اگون هیچ نبود. حتی ما با امید ازی بودم که اگر خدای نخواستم مورد هم باشد اقل اول صبر دل یک خان بست. و مادر جان آدرس خانه را بلد بود؟ یعنی ای گپا را میفهمید که خانه ما کجا است؟ بله. خانه قوم خویش اگر کسا را بلد بود کل جای؟ بله. فکر میکنم که امکان داره ای کدام اما هم نشینه بعد داشتم روش. رفیقاش هم شناختین شما؟ نه میشناختیم نخیلی. مشکل دمیه بود که من مصروف وظیفه خود بودم و پدرم گاهی وقت می بود در کابل گاهی وقت نمی بود، چون وظیفه دکانداری و بعض تجارت گپا داشت و مشکلات بود دیگه. من هم خودم زیادتر بخش وظیفه خانه و بخش وظیفه بیرون دیگه نمیتونستم یک خانم بره پشت اولاد خود بگرده. خیلی مشکل وازی خود از یام بچه هوشیاری بود، قدر زیاد یام نبود، بعض وقتا روانی میشد اما تکلیف داشت. تو قسم که صحبت میکرد که فکر میکردی با یکی از امتر سرکلان ها شیشتای صحبت بسیار درست میکنه و فکر اوش خوب داشت. این که رفت بر ما اطلاع نداد نمیفهم. فکر میکنم زیاد هم تو تلاش و دوران بود که همه گی به اصلا بیرون از کشور میخواستن برن. بله. اما دمی فکر بودم که امکان داره با کدام رفیق خود یا با کسی هم تو بیخبر بیا بدون اطلاع امکان داره کمو طرف ها رفته باشه. بله. و ایچ دردی هم بالاتر از درد دوری فرزند نیست. فقط مادر همه اوش فکرش دیدن فرزندشان است، چشم برای فرزندشان است و گوششان هم منتظر صدای دلنواز فرزند است که چه زمانی او صدا را میشنوه و صدای مادر گونه را که مادر. خب میخوایم که امروز اینجا حرف و پیامی اگر داشته باشین، چون امید آرزویتان هم فقط همین جا بود که آمدین و میتونین که عزیز داری چه بگوید. خب پیام ما برای مادرای عزیز هنمی هست که کوشش زیادتر بکنه که به اصطلاح اولادی را که به اصطلاح میخواد به جامعه مزر خدمت بکنه باید تلاش زیادترش می باشه که متوجه اولاد خود زیادتر باشه. این که با هم نشیناش چی رقم صحبت میشینه به اصطلاح برخواست میکنه با چی کسا به ارتباط است، این سر باید زیادتر متوجه باشه. چون ما در اوایل فکر میکردیم شاید عادی باشه، یک چیز عادی هست و چون من خودم یک اولاد دارم و بدبختانه که در این شرایط بسیار بد قرار داشتیم که چون شرایط جنگ بود از یک جا به دیگر جای مهاجرت گپا اونم بود که طفل دوم ما هم زایی شد و ما نتونستم به اصطلاح خوب خواست خداست دیگه توان که ندادی یا چطور خوی باعثی نمی شد که اولاد ما تنها بود. با بچه کاکایش بود درست است ولی فرق میکنه باز اون اگر خواهر برادر یا کسی باشه شاید هم زیادتر اگر مادر متوجه نباشه شاید خواهر برادر متوجه باشه. کوی کلان تنها بود، مشکل نبود که تنهایی ازی امکان داره با رفیق رفاق خود به ارتباط زیادتر بوده نسبت به خانه. یعنی رفیق هاست که به اصطلاح بعض رفاق هاست که هم نشین بد می باشن که نمیتونن اولاد کس دیگه خودشون از دل بیرون از دیگه میتونه بر طرف بکشانیشه و به خاطر ما از مادرها یا پدرهایی که به اصطلاح هستن میبینن و این درد دل ما را درک میکنن. اولاد خود باید نگذارن که با کس دیگه به اصطلاح که هم نشین بد هست شش برخواست داشته باشه و کوششون زیادتر به این باشه که اولاد خود بتونن زیادتر متوجهش باشن که با چی کسی به ارتباط است، با چی کسی برخواست داره، کجا میره و چی میکنه. این چیزا بسیار زیاد مهم است. بسیار تشکر، بسیار خوش آمدین. امیدوار هستم که حرفای این مادر درد دیده را شنیده باشین و با ذهنتون خوب حک کرده باشین که مبادا از این گوش آمده و با این گوشم فرار نکنه و مادر هم میبینین که همه توصیه‌هایش هم این بود که باید در زندگی خود رفقای خوب، دوستای خوب انتخاب بکنیم. تشکر. خداوند مهربان است مادر جان. امیدوارم مشکل دیگه ببخشید، یک گپ دیگه هم دارم که مهمتر همی است که اصلا همی رول مهم مادر بازی میکنه نسبت به پدر. پدر خوب بیچاره است که به اسلام به خاطر نفقی خود فامیل میگرده ولی رول مهم مادر داره در هر حالتش که باید متوجه خانه هم باشه، متوجه بیرون هم باشه، متوجه اولاد خود هم باشه. تشکر. امیدوار هستم که برنامه ما وسیله شود تا قربان شما امید دوباره برگرده و مادرشان هم امید آرزوشان دیدن شماست. امید عزیز وقفه میگیریم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم.